این نشست از دو سال بدین سو زیر نام میکانیزم تکنیکی نظامی در کابل و یا اسلام آباد برگزار میگردد. توافقنامه این میکانیزم در سال 2014 میلادی و در 36 نشست سه جانبه مقامهای افغان، پاکستانی و ناتو در اسلام آباد به امضا رسید. حالا وزارت دفاع ملی میگوید این بار حکومت افغانستان از یک موضوع متفاوت برای حل معضل مشکل سرحدی میان دو کشور با هیئت پاکستانی گفتگو خواهد کرد. این مذاکراتی است یا جلسات سی جانبه که حمایت قاطع پاکستان و افغانستان اشتراک دارند با سوی جنرال های دو ستاره است، یعنی تورن جنرال در اشتراک میکنند که یک دفعه در وزارت دفاع افغانستان، دیگه دفعه در حمایت قاطع و دیگه دفعه در پاکستان ای دایر میشه. این فقط و فقط و مشکلاتی که یا مثلا سوی تفاهماتی که در دو طرف خط بوجود میاد برای او بحث میکنند. این تجمعات و به اصطلاح این مذاکرات میتونه به صورت موقتی راه های حل امنیتی موقت را ایجاد بکنه، اما مشکل ما مشکل بسیار اساسی و بنیادی است که نمیتونه توسط مذاکرات حل شود. بحث دیورن یک بحث بسیار کلان تاریخی است که متاسفانه مدت بیش از تقریبا 70 سال میشه که افغانستان و پاکستان در این زمینه مشکلات داشتن. طرف ها در سال 2014 میلادی بر هماهنگی نزدیک سرحدی توافق کردند و بر بنیاد این توافقنامه با گذشت دو سال باید صلح و ثبات در هر دو خط فرضی دیورن به میان می آمد. اما در آن سال وزارت دفاع ملی از انجام عملیات خودسرانه پاکستان در مرزهای افغانستان و ورود جنگجویان وزیرستانی به خاک افغانستان پرده برداشت. در سال گذشته نیز در چنین نشست در اسلام آباد طرف های روی چگونگی پایان تنش های دو طرف خط فرضی دیورن و هماهنگی عملیات های نظامی با هم گفتگو و توافق کردند. دو طرف خط برای مسائلی که سوی تفاهم ایجاد میکنه برای او بحث میشه، ولی به هیچ وجه ما امیدوار ایران نیستیم که این نشستم مفادش به این ملک و بر مردم شریف افغانستان بوده باشه. تا کنون روشن نیست که نشست سه جانبه کابل اسلام آباد و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان برای پایان تنش‌های سرحدی دو کشور چی نتایج در پی دارد. آگاهان میگویند اگر حکومت افغانستان از این نشست درست مدیریت نکند، مانند گذشته دستاورد به دنبال نخواهد داشت.